حقایقی باور نکردنی از زندگی شخصی ایرج قادری، دکتر داروسازی که یک بار سری اتفاق بازیگر شد و همینطور ماجرای مرگ دردناکش و همینطور کشف ستاره هایی چون محمد رضا گلزار. با ما همراه باشید، راجبش صحبت میکنیم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال و احوالتون خوب باشه. ایرج قادری متولد 28 فروردین ماه سال 1313 در شهر تهران هست. ایشون دانشجوی انصرافی رشته داروسازیه که سر یه اتفاق بازیگر شد و بعد هم توی تمام رشته های فیلمسازی از جمله تهیه کنندگی، کارگردانی، تدوین و غیره هم سر رشته پیدا کرد و دستی بر آتش داشت. متاسفانه این بازیگر خوب کشورمون به یک بار بر اثر سرطان مثانه از دنیا رفت. ایرج قادری در سال 1338 وقتی که 25 ساله بود داشتش توی رشته داروسازی تحصیل میکرد. یه شب به دعوت یه دوستش به یه تئاتر رفت و در حین تماشای تئاتر اتفاقی افتاد که سرنوشت زندگی اون به صورت کامل عوض شد. توی اون تئاتر بهش پیشنهاد بازیگری توی یه فیلم داده شد و اون هم تصمیم گرفتش که قید درس و دانشگاه و دکتری و داروسازی رو بزنه و وارد عرصه هنر بشه. اون بعد از اون تئاتر در سال 38 اولین فیلم خودش یعنی چشمه آب حیات رو بازی کرد و بعد در سال 39 تصمیم گرفتش که در دومین تجربه خودش تهیه کنندگی فیلم ماجرای جنگل رو بر عهده بگیره و هم توی این فیلم بازیگری بکنه هم به عنوان تهیه کننده حضور داشته باشه. اون چند سال بعد در سال 41 وقتی که 28 ساله بود به همراه موسی افشار شرکت فیلمسازی پانوراما رو تأسیس کرد و به صورت جدیتر کنار بازیگری کارگردانی تهیه کنندگی رو هم تجربه کرد. اون با فیلم داغ ننگ سال 44 برای اولین بار تجربه کارگردانی رو هم به دست آورد. اون در سال 45 در فیلم لیلاج هم نویسندگی فیلمنامه رو بر عهده داشت، هم کارگردانی رو و هم تهیه کنندگی رو. تازه توی این فیلم خودش به عنوان یکی از بازیگرای اصلی هم حضور داشت و یه جورایی همه کاره اون فیلم ایرج قادری به حساب می اومد. ایرج قادری یکی از فعالترین هنرمندان پیش از انقلاب بود. اون توی 27 فیلم به عنوان کارگردان و در 63 فیلم به عنوان بازیگر در قبل از انقلاب حضور داشت. بعد از انقلاب در سال 1360 با فیلم برزخیا به عرصه کارگردانی برگشت. بعد از اون هم در سال 61 فیلم دادا و در سال 63 فیلم تاراج رو کار کرد، ولی متاسفانه به دلایل نامعلوم تمام این فیلم ها ممنوع شدن و هیچ وقت اکران نشدن. اون بعد از 10 سال ممنوعیت در سال 73 با فیلم میخواهم زنده بمانم به کارگردانی رسول صدرعاملی دوباره به بازیگری برگشت و توی دهه 70 و 80 هم نسبتاً کارگردان و بازیگر پرکاری بود. ایرج قادری برای اولین بار در سال 1330 وقتی که هنوز وارد دنیای بازیگری و هنر نشده بود در سن 17 سالگی با تأمین اطمینان مقدم که همسایه و هم محله‌ایش بود و از قدیم دوستی زیادی با هم داشتن و دوست دوران کودکیش بود ازدواج کرد. اونها در سال 1333 صاحب یه فرزند به اسم تورج شدند. تورج بعد از گرفتن دیپلمش تصمیم گرفتش برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی راهی آمریکا بشه. ولی خب یک سال بعد از مهاجرتش به آمریکا در سال 1352 در 19 سالگی به دلیل سانحه رانندگی توی آمریکا از دنیا رفت. ایرج قادری در کنار همسر اولش یک ازدواج موقت هم توی دهه 70 داشته. اون ازدواج غیر رسمی رو با خانم فاطمه محمودی یا خانم هما محمودی داشتش که مدت کوتاهی هم با هم زندگی کردن، ولی ثمره این ازدواج یه پسر به اسم ژوبینه که متولد سال 73. ژوبین به همراه مادرش در حال حاضر در کیش زندگی میکنن. یکی از استایل ها و ویژگی های ایرج قادری از دوران فیلم های قبل از انقلاب سیگاری بودن اون هست. اون توی اکثر فیلم ها با ژست خاصی سیگار میکشید و یه جورایی عادت شده بود براش. خودش در مورد سیگاری بودنش میگه که مصرف بالایی داشتم، ولی سال 84 به یک بار تصمیم گرفتم که سیگار رو برای همیشه ترک بکنم. با اینکه سالهای متمادی سیگار میکشیدم
فکر میکردم که هیچ وقت نمیتونم از اون دل بکنم. با این حال یه دفعه تصمیم گرفتم سیگار رو برای همیشه کنار بذارم و خوشبختانه موفق هم شدم. اما در سال 1388 روند بیماری ایرج قادری شروع شدش. اون به خاطر شدت گرفتن بیماریش به بیمارستان رفت و متوجه شدش که سرطان مثانه داره. اون بارها با این بیماری سرطان مبارزه کرد و تحت درمان قرار گرفت. ولی خب به دنبال تشدید بیماریش در سال 1391 در بیمارستان مهراد بستری شد و در نهایت ساعت 4 صبح 17 اردیبهشت ماه سال 91 در 78 سالگی دار فانی رو ودا گفت. طبق وصیت او کلیه هزینه های مربوط به مراسمش به مؤسسه حمایت از کودکان سرطانی اهدا شدش. ژوبین تنها فرزند ایرج قادری در زمان فوت پدرش به همراه مادرش در کیش حضور داشت و به خاطر اینکه مراسم خاکسپاری به یک باره انجام شدش اونها حتی فرصت نکردن که به تهران بیان و نتونستن بلیت برای زمان مناسب پیدا بکنن و به مراسم خاکسپاری خودشون رو برسونن. اون بعدها توی یه مصاحبه گفته بودش که نامادریش یعنی همسر اول ایرج قادری تهمینه اطمینان مقدم به خاطر اینکه میخواست اونها توی مراسم خاکسپاری حضور نداشته باشن بدون اطلاع اونها به یک بار پیکر ایرج قادری رو به خاک سپرده بود. به خواسته نزدیکان و خانواده ایرج قادری پیکر ایشون در بهشت زهرا و قطعه هنرمندان به خاک سپرده نشد و در بهشت سکینه در کرج به خاک سپرده شد. ایرج قادری در سالهای فعالیتش در 41 فیلم به عنوان کارگردان، 4 فیلم به عنوان نویسنده، 71 فیلم به عنوان بازیگر، 9 فیلم به اسم تهیه کننده و 1 فیلم هم به عنوان تدوینگر حضور داشتش. فیلم سینمایی پاتو زمین نزار از جمله فیلم های سینمایی موفق ایرج قادری بود که در سالهای پایانی عمرش کارگردانی کرد. اون قرار بودش که در آخرین فعالیت هنریش هم کارگردانی سریال ستایش رو بر عهده بگیره که بعد از ضبط 4-5 قسمت و حدود 200 ساعت فیلم برداری به دلیل بیماری از کارگردانی این کار انصراف داد و سعید سلطانی ادامه کار رو انجام دادش. و خب عمرش قد نداد که این سریال محبوب و پرطرفدار رو کارگردانی بکنه. ایرج قادری یکی از کارگردانهایی بودش که در شناخت چهره‌ها و شهرتشون نقش بسزایی داشت و خیلی از بازیگران و چهره‌هایی که توی عرصه‌های مختلف فعالیت داشتن رو ایرج قادری یه جورایی کشف کرد که نمونه بارز اون رو میتونیم جمشید هاشمپور و رضا گلزار به عنوان بازیگر بدونیم و همینطور اون توی معرفی شدن افرادی مثل فرج حیدری به عنوان فیلمبردار و علیرضا داوودنژاد به عنوان نویسنده و کارگردان هم نقش بسزایی داشت. امیدواریم که روح این هنرمند در آرامش باشه. حتما نظرتون رو راجع به فیلم‌ها و سریال‌هایی که ایرج قادری به عنوان کارگردان و بازیگر توی اون حضور داشته برامون تو بخش کامنت‌ها بنویسید و بهمون بگید فیلم محبوب شما کدوم فیلم بوده. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.